دادگاه شهر بریانسک روسیه حکم حبس پیشکی ساکن داغستان الخون زینالوف را که به تشکیل کشتار بهرمانه یک شهروند تاجیکستان عیبدار می شود تمدید کرد. بنا به اطلاع بریانسک نوستی ادوکات زینالوف می خواست حکم حبس او را بیکار کند، ولی دادگاه قرار کرد که او باید پشت پنجره باقی بماند. الخون زینالوف به آن عیبدار می شود که به نشان انتقام کشتار پسرش یک جوان تاجک را تعقیب کرده، بعد معلوم کردن اینکه او در بریانسک پنهان شده است، سه زاده دیگر داغستان را پول داده است که رفته او را بکشند. آنها به بریانسک رفته، آن جوان تاجک را از خونش برآورده، به سرش خلطه کشیدند و به جنگل برده زنده به زنده زیر خاک کردند. این ماجرای انتقام خونین از سال 2019 وقتی آغاز میگیرد که گپ جوان تاجک با پسر 21 ساله زینالوف در یک کلوب شبانه در مسکو می گریزد و در جریان مناقشه جوان تاجک آن داغستانی را زده می کشد. ماه آگوست ریاست تفتیشات ولایت بریانسک روسیه خبر داده بود که در پای همگی نیم ماه تشکیل کننده و سه اجرا کننده نقشه دزدیدن و کشتار یک شهروند تاجکستان را معین و گمان بر شوندگان را دستگیر کردند. اما آنها زودگان جمهوری داغستان بوده، یکیش در ولایت مسکو زندگی میکرد است. این پرونده فعلا بر اساس ماده 126 کدکس جنایتی روسیه همچون آدم ربایی تحت تحقیق قرار دارد. ریاست تفتیشات ولایت بریانسک گفت این جنایت با اشتراک بی واسطه کارمندان فسب و وزارت کارهای داخلی روسیه آشکار کرده شده و اجرا کنندگان را در شهر و ولایت های مسکو و تشکیل کننده جنایت یعنی پدر جوان قبلا کشته شده داغستانی را در داغستان دستگیر کردند. علیه همه 4 نفر دستگیر شده وابسته به سهمشان در دزدیدن و کشتن مرد تاجک عیبنامه اعلان شده، همه آنها به حبس پیشکی گرفته شدند. همین طور محل گرانیدن شهروند تاجکستان معین کرده شده، جسد جبر دیده را از زیر خوک و رگ بیرون کشیدند و برای تشخیص فرستادند. تفتیش پرونده ادامه دارد.